درود بر شما دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به کانال محمود بیز در یوتیوب. امروز میخوام بهتون راجع به وبسایت جنگ سایبری بگم و یه سایت رو ببینیم با هم دیگه راجع به جنگ‌های سایبری صحبت بکنیم. یه چند دقیقه با هم راجع به هک و امنیت و حملات سایبری و مسائل مرتبطی که این روزها خیلی هم شدت گرفته با هم دیگه صحبت بکنیم. قبل از اینکه ویدیو رو شروع بکنم ازتون خواهش می‌کنم کانال محمود بیز رو در یوتیوب حتماً سابسکرایب کنید تا ویدیوهای جدید رو از دست ندید. بریم و تا انتهای این ویدیو همراه من باشید. خب این وبسایتی که دارید می‌بینید، وبسایتی که به صورت لحظه‌ای بهتون نشون میده که چه حملاتی در حال به وقوع پیوستن، از کجاها دارن حملات دیداس انجام میدن، کیا دارن حمله میکنن، کیا مورد حمله قرار میگیرن و چه اقداماتی میشه این وسط انجام داد، که الان میبینید بیشترین رتبه از آن امریکاست، بعد انگلیس، بعد چین و روسیه و سایر کشورها هم بر همون اساس رتبه‌های بعدی رو در حمله دارن. اینجا هم که کشور ایران رو میبینید که خودش البته حمله کننده است و حمله هم میشه بهش. ترکیه رو میبینید که باز ترکیه هم به نوبه خودش حمله کننده هست، نه اینکه فقط حمله ببینه. بالاخره هر کشوری بر اساس مصلحتی که وجود داره شروع میکنه به حملات سایبری. تعاریف خیلی زیادی در سراسر دنیا وجود داره در مورد حملات سایبری که ما بسنده میکنیم به تعریفی که ویکی‌پدیا اعلام کرده و اعلام کرده که حمله سایبری در رایانه‌ها و شبکه‌های رانی، حمله برای هر نوع تلاش برای اینکه بتونن افشا بکنن، تغییر بدن، غیر فعال بکنن، سرقت بکنن، تخریب بکنن یا دست پیدا بکنن به صورت غیر مجاز یا استفاده غیر مجاز از یک دارایی و هر نوع مانور تهاجمیه که سامانه‌های اطلاعاتی رایانه‌ای، زیرساخت‌ها، شبکه‌های رایانه‌ای یا دستگاه‌هایی که حتی رایانه شخصی هم به حساب میان رو مورد هدف قرار میدن. خب حملات سایبری معمولا یک هکر برای اینکه حمله بکنه به یه سیستم دلایل خیلی مختلفی داره. هر کس به دنبال منافع خودشه، ممکنه اطلاعات مهمی رو بخوام به دست بیارن. همه اینها از طریق حمله سایبری اتفاق میفته که به زبان ساده بخوام بهتون بگم حمله یه که میتونه شامل اقدامی آگاهانه و البته غیر اخلاقی باشه برای تخریب، برای سرقت اطلاعات سیستم یه شخص یا حتی یه سازمان. و حتی حمله یه هکر خودش میتونه یه مقصد داشته باشه، یه مقصد غیر اخلاقی به یه سیستم، که کلا بهش میگن حملات سایبری. حمله های هکرها، اونهایی که میان حمله میکنن، هم خودشون چند نوع هن. مثلا شما حمله هکرهای کلاسفید هدفشون مشخصه و حمله اونها هم حملات سایبری اصلا به شما نمیاد، اما بقیه هکرها ممکنه به قصد اینکه بیان یه نقض اساسی سیستم اطلاعاتی یه شخص یا سازمان رو منتشر بکنن، میان یه عملیاتی انجام میدن که همون رفتار رو حمله سایبری هم بهش میگن. و خب این حملات مطمئنا نمیتونه غیر خطرناک باشه و حملات میتونه ارزش، اعتبار و یا حتی مسائل بسیار مهمی از یک بیزینس یا یک سازمان یا حتی یک کشور رو از بین ببره. حتی میشه گفت که شرکت‌های بزرگ رو هم میتونه خیلی راحت ورشکستشون بکنه، باعث میشه اعتماد مشتریایی که حتی چندین سال روش زحمت کشیدن تا اعتماد اونها رو جلب بکنن و از دست بدن، که نمونه‌های بیشماری توی ایران اتفاق افتاد. اطلاعات مربوط به بانک ملت لو رفت، اطلاعات خطوط ایرانسل توی ایران به صورت دیتابیس‌های به فروش رسید، یا حتی خطوط همراه اول اطلاعات صاحبین اونها لو رفت، یا حتی سایر سرویس های شرکت ها مثل تپسی، مثل اسنپ، مثل دیجیکالا که اطلاعات مشتریانشون لو رفت و افرادی که اینها رو هک کردن اومدن مبالغ بسیار زیادی رو گرفتن تا بتونن اطلاعات رو دیگه پخش نکنن و مجدد به صاحبینشون برگردونن. از مهمترین معضلاتی که این حملات سایبری ایجاد میکنه اینه که سیستم ها رو مختل میکنه، ویروسی میشن سیستم ها و ممکنه اختلال های بسیار زیادی رو تجربه بکنن. اعتبار اون کسب و کار، اون سازمان و یا اون بخشی که اطلاعات رو داره پردازش میکنه، زمانی که افراد مطلع بشن که این اطلاعات به دست افراد مهاجم افتاده، دیگه خب مطمئنن به اون سیستم امنیتی اصلا اعتماد نمیکنن، به اون سیستم یا اون سازمان یا اون شرکت یا اون کشور به هیچ عنوان اعتمادی نخواهند داشت.
یکی دیگه از مهمترین مسائلی که روی همین حملات سایبری شما شاهدش هستید اینه که مشکلات مالی و یا حتی ورشکستگی برای کشورها، برای شرکتها، برای سازمانها به وجود میاد که بخش عمده از این اقتصاد مربوط میشه به شرکتها و سازمانها. اینها با مشکلات مالی یا حتی ورشکست شدن مواجه میشن و بعد از اون هم که اتفاقات پشتبندی که میفته بعد از این مسئله مالی، مشکلات روحی روانیه که همیشه اقتصاد اون سازمان بعد از اینکه ضربه بخوره یه تهدید میتونه باشه و میتونه خیلی راحت روحیه افرادی که توی اون سازمان یا اون کشور هستن رو یه ضربه اساسی بهشون وارد بکنه. اما مهمترین مسئله‌ای که این حملات سایبری ایجاد میکنه ضربه به کاربراست. حمله سایبری اگر در دسترسی به خدمات میشه گفت که اختلالی ایجاد میکنه، تنها به صاحب اون سیستم یا اون شرکت یا اون سازمان یا حتی اون ملیت یا اون ملت ضربه نمیزنه و کاربرا هم توی مشکلات بسیار زیادی گیر میفتن، مثلا عدم دسترسی به حجم زیادی از اطلاعات، به حجم زیادی از افراد مثلا به سایت‌های دانشجویی به دلیل هک شدنشون یکی از این مسائله. در ایران هم من داشتم مطالعاتی میکردم که شرکت‌های مثل اسنپ زمانی که اطلاعاتشون از طریق هکرها از بین رفت، خب مجبور شدن اطلاعات سیستم‌هاشون رو به مدت چندین ساعتی محدود بکنند تا بتونن مشکلات مربوط به نفوذپذیری که وجود داره رو حل بکنن. در نوع حملات سایبری هم خودش دلایل تعداد بسیار زیادی وجود داره که شما ببینید اینجا دارید تعدادشو میبینیم که همه اینها میتونه باعث از بین رفتن یا حتی سرقت پایگاه داده بشه یا ضربه مالی خیلی زیادی رو به اون کشورها وارد بکنه. مثلا حمله با استفاده از بدافزارها هست که میشه گفت که اینها یه ویروس‌های کامپیوتری تولید میکنن، یه کرم‌ها یا یه باج افزارهایی که نوعی نرم افزار جاسوسی یا مخربن، اینها رو میان افراد بیشترین نقش رو دارن و اونها رو دانلود میکنن، نصب میکنن و خیلی راحت اطلاعات منتشر میشه. از بین رفتن اطلاعات، کپی یا حتی سرقت اطلاعاتی که توی این حملات داره اتفاق میفته یکی از مهمترین هدفهای دزدی از پایگاه های داده به شمار میاد. عدم دسترسی به سیستم و مسائل مرتبطی که وجود داره باعث میشه که افراد در برخی از مواقع نتونن دسترسی داشته باشن به سیستم و اطلاعات داخلی بسیار زیادی رو از دست بدن. مورد بعدی بحث فیشینگ هست یا همون بحث تقلب که ممکنه قربانی حتی اصلا متوجه این مسئله نشه و واقعا ندونه از چه طریقی داره ضربه میخوره، چون فیشینگ عملا یه عملیاتیه که توی اون به صفحات یا پیوندهای جعلی بسیار زیادی که طراحی شده افراد ارجاع داده میشن. نمونش توی همون ایران شرکت ها و سازمان هایی که مربوط به قوه قضاییه هستن بهترین عامل برای افرادی هستن که میتونن فیشینگ درست بکنن و بفرستن به قربانیان، میتونن لینک هایی رو تولید بکنن با اسم مثلا سامانه سنا یا با اسم سامانه ابلاغ قوه قضاییه یا حتی اطلاعات مربوط به پلیس که افراد بیان اون لینک ها رو کلیک بکنن و وارد صفحات مشابهی بشن که مربوط به کلاهبرداری ها یا افرادی هست که به صورت تهاجمی در حال کسب درآمد ها هستن. افراد بعد از اینکه روی اون لینک ها کلیک میکنن وارد صفحاتی میشن که به اجبار نرم افزار رو دانلود میکنن. این نرم افزار یقینا میتونه یه نرم افزاری باشه که پیامک های شما رو میخونه و فرد مهاجم خیلی راحت با ذخیره کردن اطلاعات کارتی شما میتونه درخواست هایی رو توی سایت های مختلف ثبت بکنه، خرید هایی رو انجام بده و از طریق همون نرم افزاری که شما دانلود کردی به عنوان سامانه سنا مثلا وصل بشه و هر اس ام اسی که دست شما میرسه قبل از اینکه اصلا خودت مطلع بشی اون طرف توی اون سایت خارجی، سایت داخلی بیاد خرید اینترنتیشو انجام بده و حساب بانکی شما رو به راحتی خالی بکنن. که البته من فکر میکنم توی این زمینه پلیس ایران خیلی دقیق کار کرده، اون سامانه پلیس فتا و اطلاع رسانی بسیار زیادی رو انجام داده که اعتماد نکنید به پیامکایی که دستتون میرسه. خب وقتی خودتون آدرس سایت‌ها رو دارید میتونید خیلی راحت وارد سایت‌هاشون بشید و خودتون حساباتون رو چک بکنید یا حتی نرم افزارهای متعددی که به صورت قانونی در نرم افزارهای اپ استور هست، نرم افزارهای گوگل پلی میتونید اعتماد، شاید بهشون نتونید اعتماد بکنید، اما نرم افزارهای داخلی هم وجود دارن که حالا بر اساس مشکلاتی که دارن میتونن یه مقداری روی اعتماد شما کمک بکنن. اما حملات بعدی حملات دیداسه که این نوع حمله کلن روی شبکه اون کشور یا اون سازمان اختلالای خیلی زیاد رو به وجود میاره، به طوری که
خیلی از افراد دسترسی به خدماتشون عملا قطع میشه و در واقع این حملات به نوعی میشه گفت که انکار سرویس هم شناخته میشه، که با هزار تا سیستم خودکار همزمان به سایت یا سیستم قربانی درخواست ارسال میکنن و پهنای باند اون ملت یا اون کشور یا اون فرد رو عملا میان مختلش میکنن. و خب چیزهای دیگه هم هستن که میشه گفت که مهمترین هدف مهاجمین از حملات دزدیدن اطلاعات، میخوان یه اطلاعات بسیار زیاد رو اطلاعاتشو مثلا به دست بیارن. تأخیر در ارسال هست که شما مطمئنن اون پیام نفر اولی نیستی که خواهید دید، بلکه نه از طریق اون نرم افزاری که به صورت فیشینگ حتی بود اطلاعات در نخستین لحظه ارسال دست اون طرف هکره میرسه. و حتی از طریق این حملات سایبری میتونن استراق سم بکنن بدون اینکه اصلا خودشون رو به شما نشون بدن و به یه شکلی شما رو مثلا تخلیه اطلاعاتی بکنن و اطلاعاتون رو انتقال بدن. اما واقعا چه راه حلی برای وجود برای مثلا جلوگیری از این حملات سایبری وجود داره که مهمترین اونها رو اگر شما واقعا رعایت بکنید شاید از این مسائل دور باشید و این مشکلات برای شما ایجاد نشه. ببینید واقعا حملات بسیار زیادی الان در سراسر دنیا داره اتفاق میفته. اگر شما سیستم عاملتون رو به روز رسانی بکنید، خطاهاش رو رفع کنید، مطمئنا نمیتونید شاهد این باشید که مثلا الان ممکنه سیستم شما هک بشه یا اطلاعات شما هک بشه. توی ویندوزهای جدید هم زمانی که شما دارید باشون کار میکنید امکان این که بتونید ویروسیابی اتومات رو تو سیستماتون فعال بکنید قبل از اینکه نرم افزارهای ویروسیاب رو فعال بکنید، اصلا خود سیستم عاملتون هم میتونید این مسئله رو حل بکنید و با نصب سیستم عامل حرفی مثلا سیستم عامل 11 رو شما نصب بکنید، ویندوز 11 رو نصب بکنید، مطمئنا اتومات میتونه شناسایی بکنه و میتونه جلوگیری بکنه از اینکه قرار باشه مثلا به شما حمله ای اتفاق بیفته یا مثلا نرم افزار رو دانلود بکنید که خطرناک باشه. سعی کنید توی سایت ها دقت بکنید، یه رمز عبور قوی برای خودتون انتخاب بکنید، حتما سعی کنید همیشه آموزش ببینید. نیازی نیست که حتما برید سر کلاس، بلکه الان دورهای بسیار زیادی رو توی همین یوتیوب میتونید خیلی راحت بهشون دسترسی پیدا بکنید. یادتون باشه که یه حمله سایبری یقینا میتونه نه تنها به منافع مالی ضربه بزنه، بلکه میتونه روحیه های افراد رو هم بیاد درگیر بکنه و همه از این مسئله استرس و دغدغه داشته باشن که شاید این اتفاق برای اونها هم بیفته. پس این رو حتما مد نظرتون باشه، همیشه آموزش ببینید، خودتون رو آپدیت بکنید، سیستم عاملتون رو به همین شکل، و اگر از سیستم عامل های نسخه های جدید استفاده میکنید حتما بروز باشه تا دچار مشکلات و حملات سایبری نشید. ممنونم از اینکه وقت گذاشتید این ویدیو رو دیدید. امیدوارم این ویدیو براتون کاربردی باشه. توی کانال محمود بیز در یوتیوب آموزش های متنوعی رو براتون قرار میدم. امیدوارم که با نظراتتون همراه من باشید. برای همتون آرزوی شب و روزی بسیار بسیار نیک و خوب رو دارم. موفق و پیروز باشید. تا ویدیوی بعد، خداوند یار و نگهدارتون.